نوجوان امریکایی پیشنهاد 8 میلیون دلار را رد کرد. به نام خدا و درود بر شما دوستا باز هم با یک ویدیو جدید در خدمت شما هستیم. اوی شیفمن نوجوان 17 ساله امریکایی که وبسایت راهنمای کویت 19 را ساخته است، پیشنهاد 8 میلیون دلار را در بدل نشر اشتهارات تجارتی نپذیرفت. و این وبسایت را غیر انتفاعی و رایگان در دسترس کاربران قرار داد. شیفمند به نشریه بزنس انسایدر گفته است که همه گیری کرونا ویروس به زودی بایان نخواهد یافت. و از این رو وی می خواهد که آن را فعالانه تا پایان دنبال کند. وبسایت معلوماتی این نوجوان تقریبا تمام معلومات مورد نیاز کاربران را از سفارشات بهداشتی گرفته تا میزان ابتلا، آمار مرگومیر و شمار شفایافتگان در کشورهای مختلف جهان در خود دارد. این معلومات به گونه منظم و بر اساس آمار سازمان جهانی صحت، مرکز وقایه و کنترل امراض امریکا و وبسایت های رسمی کشورها بروز می شود. او می گوید که برای ساختن این رهنما شبها تا صبح نخوابیده و یک بار هم برای 50 ساعت به هم روی آن کار کرده است. وبسایت شفمن اکنون بسیار مشهور شده است. و روزانه کم و بیش سی میلیون کاربر از آن بازدید می کند. شیفمن که به گفته خودش می توانست تا سی میلیون دلار از بابت نشر اعلانات تجارتی عاید کند به بزنس اینسایدر گفته است. فقط 17 سال عمر دارم و به 8 میلیون دلار نیاز ندارم. نمی خواهم سجو باشم. شیفمن گفته است که نخست نخواسته است مکلف و نشر اعلانات تجارتی باشد و دیگر این که با نشر این اشتهارات به کاربران مزاحمت ایجاد کند. زیرا با گفته وی اکثر کاربران با ویژه در کشورهای فقیر اینترنت سریع ندارند و نشر اعلانات تجارتی وبسایت را به آنان آهسته و حتی غیر قابل دسترس خواهد کرد او گفته است که از هم اکنون پیشنهادات کار حتی از سوی شرکت مایکروسافت به وی شده است اما شیفمن میگوید که مایل به پذیرش این پیشنهادات کاری نیست و نمیخواهد که در آینده برنامه های خود را دنبال کند. اوی شفمن گفته است که با پایان همگیری کرونا ویروس، محصول کار خود را برهنمای مقایسه‌ای میان کووید19، سارس و انفلونزای اسپانیایی مبدل خواهد کرد تا به گفته خودش به یک اثر تاریخی مبدل شده و مردم بتوانند در آینده همگیری کرونا ویروس را در آن مرور کنند. دوستا یادتان نرود که چینل ما را سابسکرایب کنید تا از معلومات و آموزش ها مستفید شوید. تشکر و اوقات خوش داشته باشین.